اخبار رسیده از قاهره هاکی از آن است که در پی انتقاد شدید فعالان مصری دولت مصر از ادامه اجرای پروژه قرآن از سیستم آموزشی این کشور عقب نشینی کرد دولت مصر اخبار مربوطه به حذف قرآن و احادیث نبوی از مواد درسی دانش آموزان این کشور را تکذیب کرد در همین راستا رضا حجازی معاون وزیر آموزش و پرورش مصر اظهاراتی گفت چنین اخباری صحت ندارد و صرفا شایعه بوده و کتاب آموزش و تربیت دینی حذف نشده است وی با اشاره به افزوده شدن کتاب دیگری با نام ارزش و احترام به دیگران به مواد درسی مدارس مدعی شد که هدف و محتوای این کشور تحکیم ارزش اخلاقی و آموزه های دینی در دل همه دانش آموزان است و اینکه به آنها بیاموزیم به دیگران احترام گذارند و عرضش های اخلاقی را مقدس شمارند رضا حجازی ادامه داد ارائه این کتاب برخلاف چیزی که شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر منتشر کردند ارتباطی با لغو کتاب آموزش و تربیت دینی ندارد در همین حال فعالان مصری معتقدند عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر با تصمیم به حذف آیات قرآنی و پیش از آن تصمیم به تخریب مساجد محدود کردن نقش الازهر و اعلام حمایت از فرانسه علا رقم حمله مکرون به ارزش های اسلامی به دنبال از بین بردن هویت اسلامی مردم مصر است.